I give you a ring. Ding, ding. Who's calling, please? There's a time to speak and a time to be silent. But if you're a friend, please leave your voice, leave your message while we're out waiting for Godot. The train calls at every station. Has anyone arrived? Has anyone called? Has anyone recalled? My mom gives me her time. I give her a song. I have a good ear for music. How are your ears doing? Doing fine? You're kidding. In your village, there's no occupation more shameful than imagination, more shameful than listening, singing, in the morning, in the evening. Say cheese, please. انسانی پویا، برنامه از بهمن جهل امیرانی، هر سه‌شنبه ساعت 12:30 در رادیو آوا. مجموع برنامه های پیشین انسانی پویا در سایت www.radioava.se. با درود به مهمان عزیز سه‌شنبه ها، آقای بهمن چهل امیرانی، برای برنامه دیگر از سری برنامه های انسانی پویا. با پیشکش مهران میسترین درود ها به شما آقای ایرانی و با درود و خوش آمد به دوستداران رادیو آوا و برنامه انسانی پویا. من بهمن چهل امیرانی هستم، انسان شناس، کارشناس فرهنگی، کارشناس مردم سالاری و برنامه ساز برنامه انسانی پویا. و شما که دل به گفته های من سپردید، هر کسی که هستید، از هر سرای ایران که هستید، با هر باوری که دارید و در هر کجای ایران یا جهان که زندگی میکنید، سخنان من رو پیگیری کنید، نگین سخن رو با مهر و خرد ایرانی خودتون بسنجید، اونچه را که نپسندیدید کنار بگذارید و اونچه را که پسندیدید در زندگی روزانه خودتون به کار بگیرید. این فرارگرد رو به دیگران هم پیشنهاد کنید تا من و شمای ایرانی دور از هم اما با هم پوست بیاندازیم و در یک زایش دوباره یک انسان پویاتر از گذشته رو به خودمون، به جامعهمون و به جهانمون پیشکش کنیم. امروز سه‌شنبه 9 آبان 1385 برابر با 31 اکتبر 2006 هست و شما این برنامه زنده رو هم روی موج 94.6 مگاهرتز سکون سوئد و هم روی تارنمای رادیو آوا نقطه اس ای گوش میکنید. تارنمای من هم بهمن نقطه اس ای است. با این پیشگفتار میریم تا با هم در 47مین برنامه انسانی پویا هم پیاله بشیم. با ما باشید. مهربان خردمندان همیهن، 10 برنامه از سری برنامه های انسانی پویا ویژه این پرسش هست که چرا جامعه ایرانی کتابخون نیست و چه بسا کتاب گریز هم هست. این 7مین ساعتی هست از این 10 ساعت که ما به این مهم میپردازیم و سخن رو به اونجا رسوندیم که من و شما در کنار همدیگه بکوشیم به این پرسش پاسخ بدیم و پاسخهایی که شما برای من فرستادید من در این برنامه همانند 2 برنامه گذشته بازگو خواهم کرد تا همگان بشنوند و اینگونه این گردونه اندیشه در جامعه ما به حرکت در بیاد و اینگونه نباشه که تنها من سخن بگم و شما گوش کنید. همه سخن میگیم و همه گوش میکنیم. در پی دلایلی که کوشیدیم پیدا کنیم، مهم میدونم که
با همدیگه این بار به دلیل آموزشی کتاب خوندن بپردازیم، چرا که بسیاری از شما در پاسخهای خودتون این رو ریشه این نابسامانی اجتماعی خودمون میدونید. من و شما خوب میدونیم که کودک انسانی همه چیز رو میآموزه. پس من و شما میتونیم از خودمون بپرسیم آیا من و شما کتاب خوندن رو آموخته ایم؟ در همان دوران کودکی و پس از اون نوجوانی و جوانی؟ و آیا این کار رو با فرزندانمون امروز میکنیم؟ پدیده آموزش برای کودک انسانی مانند دو خط موازی است که یکی از اونها به خانواده برمیگرده و دیگری به جامعه، و در پیوند با کودکان، نوجوانان و جوانان آموزشگاه هایی که یک جامعه داره، که در پیوند با جامعه ما دبستان، دوره راهنمایی، دبیرستان و پس از اون دانشگاه هست. اگر این دو خط موازی رو با هم مروری بکنیم، شاید به من و شما کمک کنه که براستی گرفتاری ما در کجاست و چرا کشورهای دیگری رو میشه بر روی کره زمین پیدا کرد که در این مورد از ما پیشتر بودن. گرچه این رو هم باید در پرانتز گفت که کشورهای بسیاری هم بر روی کره زمین هستند که از ما در مورد کتاب خوندن عقبتر هستند، و اینگونه نیست که ما آخرین کشور جهان هستیم. اما تا زمانی که کشور دیگه‌ای هست که از ما کتاب خونتره، پس من و شما این انگیزه رو باید داشته باشیم که بکوشیم کتاب خونتر بشیم و جامعهمون کتاب خونتر و پیشروتر. اگر از خانواده آغاز کنیم، این رو باید بدونیم که داستان سواد و آموزش خواندن و نوشتن در جامعه ما به گذشته بسیار دوری بر نمی‌گرده و کافی است به 100 سال پیش کمچین روزهایی در زمان قاجاریه برگردیم که شمار باسوادان در جامعه ما بسیار اندک بوده. و اون چه که ما به نام نوینش خواندن و نوشتن و سواد مینامیم، میشه گفت از زمان پهلوی آغاز شد و همچنین ادامه داره تا همگان در جامعه ایرانی خوندن و نوشتن رو بیاموزند و در این مهم تواناتر بشند. اما از اونجایی که این دوره دوره کوتاهی هست، کافیست من و شما به خانواده خودمون برگردیم، به خویشاوندان خودمون. بسیاری از ما ایرانی ها هنوز پدر یا مادرهایی داریم و بیگمان پدر بزرگها و مادر بزرگهایی داریم که آنچنان سواد خواندن و نوشتن رو ندارند و چه بسا توانایی نوشتن نام خودشون رو هم ندارند. مفهوم این حرف چیست؟ مفهوم این هست که در پیوند با آموزش کتاب خوندن در چارچوب خانواده، بسیاری از ایرانی ها در همان دوران خردسالی پدر و مادری نداشتند در خانواده، یا بهتر بگیم بزرگتری، که در ساعت‌های روز بخشی از زندگیش رو به خوندن یا نوشتن بپردازه. و ما این رو میدونیم که آموزش برای کودک و نوجوان و جوان به این مفهوم هست که اونها هر آنچه پدر و مادر و دیگر بزرگترها میکنند انجام میدند و اون رو یاد میگیرند، و اگر پدر و مادر و دیگر بزرگان اون کار رو انجام ندن، اینها هم یاد نمیگیرند و انجام نمیدن. از اونجایی که نسل پیش از ما یا نسلهای پیش از ما خواندن و نوشتن در چارچوب خانواده وجود نداشته به خاطر نبودن سواد، پس بسیاری از ما ایرانی ها که هنوز زنده هستیم در چارچوب خانواده این رو ندیدیم و نیاموختیم. از این رو چندان نباید خورده گرفت که چرا جامعه ایرانی کتابخوان نیست، چرا که ما
میشه گفت در آغاز کار هستیم. اما در پیوند با این مهم، این رو هم میتونیم از خودمون بپرسیم که چرا چیزهای دیگری که مانند آموزش و پرورش ما از کشورهای دیگه یاد گرفتیم، اونها رو یاد گرفتیم و به درستی انجام میدیم، اما این رو نه. این آموزش و پرورش که ما در ایران بنا کردیم در این سده گذشته، برداشتی از اروپایی ها با اندکی تفاوت. اما چگونه است که برای نمونه ورزش فوتبال رو که اون هم ما از اروپایی ها آموختیم، چگونه است که امروز همگان به فوتبال میپردازند، چه باز در اندازه بازی کردن و چه در اندازه تماشا کردن، اما این کتاب خوندن در جامعه ما نهادینه نشده. 100 سال پیش همچین روزهایی هیچ ایرانی نمیدونست فوتبال چیه، اما 100 سال پیش یک همچین روزهایی میشد تک و توک ایرانی هایی پیدا کرد که خوندن و نوشتن بلد بودند. یکی از شما نازنینان در پی جستجوی خودش برای پاسخ دادن به این پرسش چنین میگه: ژرف‌ترین چیزی که وجود داره این هستش که ما اهل کتاب نیستیم و از این رو به خودمان درد و رنج نمیدهیم تا برای دانستن دست به کتابی بزنیم. نظرهایی که دیروز، پیروز و چند روز پیش از اون رو از گوش و کنار شنیدیم به هم میبافیم و از اونها نظر امروز خودمون رو درست میکنیم. این درست کاریه که پدر و مادرهای ما که بیشتر اونها توانایی خواندن و نوشتن نداشتند کردند، و ما نباید همین راه و روش را به فرزندانمان یاد بدهیم. به راستی چند تن از ما روزی چند برگ برای فرزندانمان کتاب می‌خوانیم تا آنها با این مهم آشنا شوند. این همیهن گرامی با چند واژه ساده پدیده بسیار مهمی رو عنوان می‌کنه، و اینکه جامعه ما از اونجایی که در پی ژرف نگری برای کسب دانش نیست و با کسب آگاهی، که من تفاوت آگاهی دانش رو در برنامه پیش گفتم، با کسب آگاهی خودش رو راضی میکنه، اون چرا که میشنوه از دوست و آشنا و همسایه و همکار و غیره، و اون چرا که میشنوه از رادیو، تلویزیون و منابع دیگر که آگاهی پخش میکنند، اون رو مبنا قرار میدیم و باورهای خودمون رو اونها میسازیم. و از اونجایی که اونها دانش نیست و بیشتر آگاهی هست، جامعه ما تبدیل میشه به یک جامعه‌ای که با پدیده‌ها بیشتر سطحی برخورد میکنه تا ژرف. از این رو هم هست که در جامعه ما، چون ما بسیار در پی شنیدن هستیم تا خوندن، جامعه ایران جامعه‌ای شده شایع پرور. کافی است که یک نفر در گوش کسی چیزی رو بگه که دروغه، اون گفته به راحتی به 2 نفر دیگه، به 5 نفر، 100 نفر، 500 نفر، 1000 نفر دیگه میرسه، و به ناگاه میبینیم میلیون میلیون ایرانی چیزی رو باور دارن که در گوهر وجود نداره. از این که بگذریم به دومین خطی برسیم که با خط اولی موازی هست و اون آموزش هست در جامعه ما، پدیده سواد هست که همون گونه که گفتم این آموزشگاه ها، دبستان، راهنمایی دبیرستان و دانشگاه بسیار دیر در ایران کار خودشون رو آغاز کردن اگر بخوایم با اروپا مقایسه کنیم. اما چگونه است که ما زمانی که مقایسه میکنیم میبینیم که در ایران خوندن برای کسب مدرک در بین ما بسیار چشمگیره؟ روزها و شبها میخونیم، کافیه به دانشجوهای ایرانی نگاه کنیم، کسب مدرک میکنیم، اما خوندن رو برای انسانی پویاتر شدن انجام نمیدیم در وقت آزادمون. یک تفاوت بزرگی در اینجا دیده میشه در جامعه ما. یک همیهن در این مورد چنین میگه: عدم آموزش و تشویق مردم به کتابخوانی از علل اصلی کم بودن سطح مطالعه
در ایران است. دلیل اساسی رویگردانی از کتاب در ایران نبودن بستر آموزشی و بها ندادن به مطالعه و پژوهش بیرون از ساختار آموزش و پرورش است. به هنگام آموزش از دبستان و راهنمایی و دبیرستان گرفته تا دانشگاه، ارزیابی دبیران و استادان از یک کتاب، دانش آموزان و دانشجویان را به کتاب‌ها و نوشته‌های غیر درسی از بین می‌برد. یک ساختار آموزشی که بر بنپایه نمره و مدرک است و نه دانش و دانشمند شدن، این زمینه را به وجود آورده که بسیاری از ایرانیان اکادمی حتی در رشته خود نیز هیچ توانایی و نیروی آفرینش ندارند، چه برسد به شاخه های دیگر دانش و آنچه با انسان و جامعه در پیوند است. بنابراین به گفته این هم‌میهن، گرفتاری ما در اینجاست که کسب دانش میکنیم برای مدرک و نه برای خود دانش و انسانی پویاتر شدن. اگر این دو پرسشی رو که اینجا از درون این سخن بیرون میاد، یکی این که چرا ورزش فوتبال در ایران نهادینه شده اما کتابخوانی نه، و دیگری این که چرا خوندن برای کسب مدرک در جامعه ایرانی گسترده شده اما برای انسانی پویاتر شدن نه، میتونیم به گفته های دیگری بپردازیم که دیگر هم‌میهنان در پیوند با این پرسش پاسخ دادند و برای من فرستادند. شماری از شما نازنینان باورتون بر این هست که بسیاری از ایرانی ها باور دارند که همه چیز رو میدونند. بیگمان زمانی که من و شما در چنین چاهی افتاده باشیم و گمان کنیم که همه چیز رو میدونیم، برای کسب دانستنی ها کار و کوششی نمی کنیم. یک همیهن می نویسه: بارها از خود پرسیدم که در زندگی در جستجوی چه چیزی هستی، و اینکه فرهنگم از من می پرسد در جستجوی چه چیزی هستی. گرفتاری آن که در جامعه ایرانی گمان بر این است که ما همه چیز را می دانیم، و از این رو واژه نمیدانم کاربرد خود را از دست داده است. زمانی که در جامعه ما بارها گفته می شود که راه رسیدن به خوشبختی همین است که پیش ماست و با آن به همه چیز خواهیم رسید، دیگر انگیزه و نیاز کتاب خواندن در بین ایرانیان از بین می رود. این پاسخ این هم‌میهن، این اندیشه این هم‌میهن برمی گرده به این پرسش که چرا فوتبال در ایران نهادینه شده اما کتاب خواندن نه. و مورد دیگه‌ای که در پیوند هست با اینکه چرا من و شما در کسب مدرک می‌خونیم برای کسب مدرک اما نه برای انسانی پویاتر شدن، در این مورد شماری از هم‌میهنان به این نکته اشاره کردند که در جامعه ما دست‌اندرکاران ناشی هستند. کسانی که دستن در کار هستند انسان‌های ناشی هستند. برای نمونه به یک پاسخ اکتفا می‌کنم که
که گفته میشه وجود افراد ناکار و نادلسوز زمینه را فراهم کرده که پیشی چاپ را از بین بردند و این دستندرکاران دلسوز نشر بودند که با بردباری کم و کاستی ها و کارشکنی ها را بر روی دوش خود کشیدند و از نابودی آن جلوگیری کردند. این همیهن یک نمونه میاره و اینکه یکی از ناشران 52 جلد کتاب چاپ میکنه، به جای اینکه از ایشون سپاسگزاری بشه دچار گرفتاری هایی میشه و سهمیه کاغذ ایشون قطع میشه. تا زمانی که من و شما این گونه شیفته خودمون هستیم، خودشیفته هستیم، همون گفتاریه که من در 10 ساعت زیر نام انسان قارنشین بازش کردم، این خودشیفتگی، این انسان قارنشین بودن، در کنار این مهم که دستندرکاران ناشی هستند، این زمینه رو به وجود آورده در جامعه ما که ما دچار این بحران ها بشیم. کتاب خون نیستیم و اگر میخونیم برای کسب مدرکه، نه برای انسانی پویا شدن. این مدرک گرفتن، در جستجوی مدرک بودن، درش یک نکته بسیار ظریفی هست که گمان نمی کنم کسی در جامعه ما به اون مفهوم این رو باز کرده باشه، و اون این هستش که مدرک گرفتن رو، دانش رو، کسب دانش برای گرفتن مدرک رو، من و شما میتونیم مقایسه کنیم با پیوند زناشویی، برای اینکه بتونیم بهتر بفهمیمش. بسیاری از ما انسان‌ها، چه ایرانیان چه جهانیان، زمانی که به پیوند زناشویی میاندیشند و چه بسا میرند و این کار رو انجام هم میدند، گمان میکنند که رسیدن به اون روزی که این پیوند زناشویی انجام میشه نقطه پایان کاره و دیگه از اون به بعد قرار هستش که ما در یک خونه‌ای که به گمان ما بیشتر به یک آسایشگاه نزدیک هست استراحت کنیم و هیچ درد و رنجی نکشیم. اما واقعیت این هست که آغاز پیوند زناشویی آغاز همه چیست و نه پایان دوران درد و رنج. آغاز پیوند زناشویی آغاز درد و رنج کشیدن هست برای درست کردن یک خانواده درست و به دنیا آوردن و آموزش دادن فرزندانی درست و پیشکش کردن اونها به جامعه. برای همه اینا باید درد و رنج کشید. پس آغاز ازدواج پایان درد و رنج نیست. این درد و رنج ادامه داره، دگرگون میشه. تا اون روز به تنهایی بوده، از اون روز به بعد در یک همکاری با فرد دیگه‌ای که از اون همکاری انسان‌هایی به دنیا میان. داستان کسب دانش در جامعه ما هم همین گونه است. شوربختانه بسیاری از ما از اونجایی که در پی گرفتن مدرک هستیم و نه خود دانش، دانش رو میآموزیم و زمانی که در دانشگاه مدرک رو کسب کردیم فکر میکنیم که نقطه پایان رو رسوندیم، بهش رسیدیم و دیگه از اون به بعد باید استراحت کنیم تا پایان عمر. از این رو در بسیاری از افراد آکادمی ایرانی دیده میشه که از زمانی که مدرک رو میگیرند به بعد در پی کسب دانش نیستند، حالان که
گرفتن مدرک فقط آغاز کار است، مانند زمانی که آدم وارد پیوند زناشویی میشه، این تازه آغاز کاره. گرفتن مدرک فقط یک جنبه نمادین داره که همگان بدونند که در چه میزان یک فردی به دانشگاه رفته و مدرکی گرفته. اون مدرک خودش برای خودش هیچ چیزی به ما نمیده، فقط جنبه نمادین داره. اگه من و شما گواهی نامه بگیریم، این گواهی نامه گرفتن برای رانندگی جنبه نمادین داره. تا زمانی که من و شما پشت فرمون نشینیم و رانندگی نکنیم، اون گواهی نامه به درد من و شما نمیخوره. شوربختانه این مهم بهش پرداخته نمیشه تو جامعه ما. چرا؟ چون ما بیشتر ما، نه هممون، اما بیشتر ما که تحصیل میکنیم در جامعه ایرانی برای کسب مدرکه، نه کسب دانش به خاطر خود دانش. برای همین وقتی که مدرک رو میگیریم ایست میکنیم. و از اونجایی که دانش در زمانه ما سرعت گسترده شدنش بسیار زیاد شده و روز به روز هم بیشتر میشه، اگر من و شما 2 سال پیش مدرک گرفته باشیم و در این 2 سال پا روی پا بذاریم و دانش رو پیگیر نشیم، این 2 سال گذشته چه چیزهای تازه تری کسب شده به وسیله جامعه بشری، دانش ما میشه کهنه و کهنه تر. 10 سال بگذره، ما 10 سال کهنه است سخنانمون، نوشته هامون. حالا میخواییم دکتر باشیم یا پروفسور، اونش فرقی نمی کنه. در پیوند با این مهم، اعتبار دانش و تولید دانش که در جامعه ما از بین رفته، همیهنی چنین می نویسه: جایی که دانش تولید نمیشه، یعنی به واسطه درآمد نفتیه، به واسطه درآمد نفتی دانش و خلاقیت اهمیت نداره، ابزارهای تولید و انتشار دانش مانند کتاب هم کاربرد نداره. دانش و ابزارهای اون مانند کتاب در دید مردم ایران از اعتبار افتاده. چرا؟ چون که راحت به پول تبدیل نمیشه. راحت به پول تبدیل نمیشه. این بود چکیده ای از بسیاری از پاسخهایی که شما در پیوند با دلیل آموزشی برای من فرستادید. من اینها رو کنار هم در لابلای سخنان خودم گذاشتم تا شاید شفافتر بتونیم بفهمیم که چرا در جامعه ما به دلیل نادرست بودن آموزشمون، چه در چارچوب خانواده و چه در چارچوب اجتماع، از من و شما انسانهایی کتاب خون نساختند و اگر چیزی میخونیم برای کسب مدرکه، نه چیز دیگه. تنفسی میگیریم، میرویم و باز میگردیم. Thank you.
ستاره ها گریه می کنه آ ستاره ها دوستانی من، در پیوند با اون چه که گفته شد پیرامون این پرسش مهم، پاسخهای دیگری هم از سوی شما که دل به گفته‌های من سپردید اومده که میشه گفت درست مانند درختی که یک تنه داره و شاخه و شاخه‌های کوچکتر و سپس برگ‌هایی به روی اون شاخه‌ها، گفتن این
بازگو کردن این چیزهایی که شما بهش اندیشیدید به گمان من اینجا بی‌مناسبت نیست و سخن رو ژرف‌تر میکنه، پرمحتواتر میکنه. یک نکته ای که شماری از شما به اون اشاره کردید بودن سرگرمی های دیگه است و زیاد شدن اونها که باعث شده که من و شما رو یا انسان رو در کلیتش از کتاب خوندن دور کرده. یک جوان ایرانی چنین میگه: بودن سرگرمی های دیگه انسان رو از کتاب خونی دور میکنه. مطالعه راهی خوب برای سرگرمی و به دست آوردن آگاهی و دانشه، باید اون را سرگرم کننده کرد. این سخن بسیار درستی است. شوربختانه ما در جامعهمون به گمان من کتاب خوندن رو تبدیلش کردیم به یک چیز اجباری، اما زمانی که سرگرم کنندش کنیم بسیار کاربرد داره و برنده است. این جوان همیهن در ادامه سخن میگه که من کوچکتر که بودم بیشتر کتاب میخوندم، اما نمیدونم چرا اکنون کمتر میخونم. من و دیگر جوانان باید از خودمان بپرسیم که چرا این گونه است. به گمان من سرگرمی های دیگه در زندگی ما جوانا بیشتر شده و ما از خوندن دور شدیم. اگر به گمان من اگر اونچه که پیش از این گفتم در پیوند با دلیل آموزشی من و شما فرزندانمون رو در چارچوب خانواده و در چارچوب آموزشگاه هامون در جامعه با خوندن دوست کنیم و خوندن رو پدیده سرگرم کننده، کودکان ما، نوجوانای ما به این کار خو میگیرند، عادت میکنند و اگر نباشه احساس میکنند چیزی در زندگیشون کمه. به بیان دیگه نبودن علاقه است که باعث میشه که این سرگرمی های دیگه که در جامعه ما زیاد شده و در جامعه جهانی جوانان رو از کتاب خوندن دور میکنه. سرگرمی رو من و شما انتخاب میکنیم، بی نهایت سرگرمی دورور ما هست. اون چه که انتخاب میکنیم برمیگرده به اینکه در دوران کودکی و نوجوانی و جوانیمون چه به ما گذشته که ما یه سری چیزا رو برمیگزینیم و چیزای دیگر رو بر نمیگزینیم. اونجایی که ما بیشتر با کتاب گریزی آشنا شدیم تا کتاب خوندن، این رو به عنوان یک سرگرمی بر نمیگذینیم، کنار میگذاریم و چیزهای دیگر رو بر میگذینیم. بنابراین نداشتن علاقه اینجا مهمه که در این مورد هم شماری از شما سخن گفتید و یکی از اونها این هست که کتاب خوندن به علاقه روی یک موضوع ویژه نیاز داری که این هم شوربختانه در جامعه ما کمیابه. مهم این هستش که دیگران چه میگن. شاید باورتون نشه، اما براستی نمیدونم آخرین کتابی که خوندم چی بوده و در چند سال پیش بوده. من هیچ گرایشی به کتاب خوندن ندارم. در بین کتابایی که من خریدم نتونستم بیش از 10 برگ اون رو بخونم. این چیزی که بین ایرانیان زیاد به چشم میخوره. ای کاش به جای این همه نمایشگاهی رنگارنگ یک کم انگیزه کتاب خونی به مردم یاد داده میشد. این که من و شما کتاب میخریم و 10 برگش رو میخونیم و میذاریم کنار، خودش نشون دهنده این هستش که یه جای کار ایراد داره. کسی که کتاب خوندن رو دوست داره وقتی که آغاز میکنه دیگه نمیتونه بذارتش کنار. شاید به گمان شماری از شما نبودن کیفیت در کار کتاب ها در جامعه ما این بحران رو به وجود آورده. از بین شما که چنین میاندیشید و به کیفیت و محتوا میاندیشید، گلچینی کردم از سخنانتون. یکی این که به گمان شماری از شما موج کتاب‌های پوچگرا و دینگریز در بازار جامعه ایرانی به چشم می‌خوره. همیهن دیگه میگه که موضوع کتاب‌ها همه یه جورن. این که شاید اینجا بیشتر اشاره باشه به کتاب‌های رمان و عشقی که یه پسری عاشق دختری میشه، بعدش دختره ازدواج میکنه، پسره میره انتقام بگیره، دختره بهش التماس میکنه، اونم راضی میشه. اینجور نوشته ها که به گمان شماری از همیهنان این چیزا رو هر کسی هم میتونه بنویسه. به باور یک همیهن دیگه کتاب ها کیفیت پایینی دارن. تا زمانی که کتاب ها
نه نویسنده خوب دارن و نه مترجم ها درست ترجمه میکنن، این گرفتاری ادامه داره. در پرانتز باید گفت به گمان من که کتاب های خوبی هم نوشته میشه هم ترجمه میشه. شاید این یک مقدار بیمهریست که اینقدر کلیگویی کنیم، اما این سخن به هر رو تا اندازه‌ای درسته به گمان من. بسیاری از کتاب هایی که چاپ میشن چنان سنگین هستند به گمان یکی از همیهنان که تنها به درد کتابخونه‌های حرفه‌ای میخورن و همگان از اونها خوششون نمیاد. بیگمان کتاب هایی که سنگین هستن یا محتواش یا کتاب بر نمونه کتاب فلسفی سنگین یا یه کتابی که برگای خیلی زیادی داره شاید برای انسان امروزی کمی دشوار باشه و نیاز داره به کسی که حرفه‌ای کتاب میخونه، اما کتاب هایی که حجم کمتری دارن و ساده تر نوشته شدن به ویژه برای کسی که تازه میخواد کتاب خون بشه آغاز خوبیه. در جای دیگه یک همیهن میگه که چاپ کتاب در جامعه ایرانی یک اعتبار برای نویسنده اون هست تا یک منبع برای مطالعه کننده، بنابراین همانند پدیده‌های دیگه جامعه ما فرم داره اما محتوا نداره. در جای دیگه همیهن دیگه می نویسه که بیشتر کتاب ها به ویژه کتاب هایی که در مورد دانش هستن ترجمه ای از کتاب های قدیمی و پر از مطالب پراکنده است و فاقد انسجام و کیفیته. از این رو کتاب های خارجی هم اعتبار بیشتری پیدا کردن. بسیاری از بنگاه های انتشاراتی وابسته هستند. از این رو با دید اقتصادی کتاب چاپ نمی کنن و در پی به دست آوردن اعتبار مالی و بالا بردن آمارشان هستند. اگر حتی 50% اون چیزی که اینجا گفته شد به اراده این همیهنان درست باشه، بنابراین میتونیم بفهمیم که چرا در جامعه ما با پدیده‌ای روبرو هستیم به نام رکود بازار کتاب. نبودن کیفیت بیگمان رکود رو میاره با خودش و این نابسامانی همچنان ادامه پیدا میکنه. یک همیهن در این مورد میگه که با اینکه تیراژ کتاب ها بسیار اندک و اندوه برانگیز، اما برای این کتاب های اندک هم خوانندهی وجود نداره و بازار کتاب در رکود به سر میبره. کتاب فروشی های جلوی دانشگاه هم بهترین فروششان جزوه های کنکور و کتاب های درسی دانشگاهی و مانند اونها هستند. بیگمان این نگاهی که شمار زیادی از همیهنان دارند و می سنجند که چرا جامعه ما دچار این بحران شده، تا اندازه زیادی یک گونه بدبینی رو به من و شما نشون میده. همه این نابسامانی ها چه حالا درست باشه و چه نادرست در جامعه ما یک بدبینی رو به وجود آورده و این بدبینی حتی در گفتار شماری از ایرانیان هم هست، که برای نمونه این نکته که کتاب بخونیم که چی بشه، آیا گره ای از کار و گرفتاری های ما باز میکنه؟ در جامعه ایرانی کسی برای کتاب در نوبت وا نمیسته. این یک واقعیتی که کتاب خوندن به عنوان یک نیاز و یک بخش الزامی در خانواده ایرانی جایی نداره. کسی که در جامعه ایران کتاب خونه از جامعه بدوره و دیگران به گونه دیگه به او نگاه میکنند. من نمیدونم شما که اکنون به سخنان من و به سخنان دیگر همیهنان گوش دادید تا چه میزان رو میپذیرید و تا چه میزان رو نمیپذیرید. من این گزینش رو به شما میسپارم. اون چه که مهمه بازگو کردن صدای مردم هست و به این میگن مردم سالاری. از این رو میشه در لابلای این سخنان واقعیت‌هایی رو پیدا کرد. برای نمونه کتاب گریز بودن ایرانیان رو شما میتونید با یه نمونه ساده آزمایش کنید.
بسنجید در بین همه این روزهایی که اومد و رفت از زندگی من و شما، به بهانه‌های مختلف من و شما به همدیگه هدیه میدیم، تولد، سال نو، پیوند زناشویی و چیزهای دیگه. چند بار پیش اومده که شما وقتی که به یکی هدیه میدید یک کتاب هدیه بدید، و چند بار پیش اومده که یک نفر که به شما میخواد هدیه بده کتاب هدیه بده؟ و کوتاش کنیم، چند بار شما شاهد این بودید که یک ایرانی به ایرانی دیگه کتاب هدیه بده؟ اینها رو کنار هم بچینید ببینید چند تا میشه در درازای عمرتون. اگر از تعداد انگشتان دو دستتون بیشتر نیست، پس جامعه ایرانی یک جامعه کتاب گریز هست و این رو ما باید جدی بگیریم، چرا که در درون دل خودش آسیب‌های بسیار زیادی به جامعه ما میزنه. این آسیب‌ها رنگ و روهای گوناگونی دارند. یکی از اونها همونی هست که پیش از این گفتم از من و شما یک انسان سطحی میسازه، نه ژرف نگر. و یک آسیب دیگه که بسیار ویرانگر هست به من و شما و به جامعه ایرانی میزنه، دور شدن از خود خیشتنه. اینکه من و شما اصلا کی هستیم که در همین برنامه هم پاسخی یکی از همیهنان همین بود که من از فرهنگ خودم میپرسم که در جستجوی چه چیزی هستی، یا فرهنگم از من میپرسه که من در جستجوی چه چیزی هستم. این پرسش نشون دهنده این هستش که من و شما از خود خیشتنمون دور شدیم و کتاب نخوندن ما رو در این جریان بسیار هدایت کرده و تنها دواش کتاب خوندنه. و اینکه من و شما از خود خیشتنمون دور میشیم پرسش هایی رو به وجود میاره که بارها شنیدم از من پرسیدن. اینکه برای نمونه چرا ما به گذشتمون برگردیم؟ چرا بدونیم ایرانی بودن چیست؟ چرا رویدادی که 100 سال پیش، 1000 سال پیش، 3000 سال پیش اتفاق افتاده به چه درد من و شما میخوره؟ این پرسش ها نشون دهنده این هستش که من و شما از خود خیشتنمون دور شدیم. برای همین انگیزه این دانستنی ها رو نمیدونیم و نمیدونیم که چقدر مهمه که من و شما به گذشتمون نگاهی بندازیم. چرا؟ چون ندونستن گذشته درست مانند این میمونه که من و شما حافظمون از دست دادیم، یادمون از دست دادیم. تصور کنید من و شما کلمون به یه جایی بخوره و هر اون چی که تو یادمون در حافظمون هست از بین بره، از من و شما چه چیزی ساخته میشه؟ انسان ایرانی امروز بیشتر اینگونه است که یادش نمیاد. و به خاطر همین هستش که من اینقدر مهم میدونم که ما در این راه کوشش کنیم، چه با کتاب خوندن و چه با کارهای دیگه، که یکی از اون کارها برگزاری بزرگداشت‌ها هست. بزرگداشت‌هایی از انسان‌های ایرانی که پیش از من و شما زندگی می‌کردند و کارهای مهمی، دستاوردهای مهمی برای جامعه ایرانی و جامعه جهانی پیشکش کردند، که من و شما هم از آن فرد قدردانی بکنیم و هم اون چرا که او کرده بشناسیم و در اون راه گام برداریم. برای نمونه برگزار کردن یک بزرگداشت برای کوروش بزرگ، یک بزرگداشت برای یک پادشاه به این مفهوم نیست. این بزرگداشت یک انسانه. چرا؟ چون کوروش پیش از اینکه یک پادشاه باشه یک انسان بوده، یک انسانی که در زمانه خودش وقتی که یک ملتی به ملت دیگه چیره می شده، قتل عام می کرده، غارت می کرده، تجاوز می کرده، یک همچین انسانی مانند کوروش هخامنشی میاد از جامعه ایرانی، از بستر فرهنگی ایرانی و برده ها رو آزاد می کنه، آزادی دین رو اعلام می کنه که هر کسی هر دینی دوست داره داشته باشه و کسی به دین دیگری بی حرمتی نکنه، انسانها را آزاد میذاره که هر کجایی که دوست دارن زندگی کنند، کسی رو به جای تبعید نمی کنه.
به انسان‌ها اجازه میده که هر کاری که دارند همون کار رو ادامه بدند، نه اجباری. و مهمتر از بسیاری از چیزهای دیگه این که هر ملتی فرمان روای خودش رو خودش برگزینه، اون چیزی که امروز ما بهش میگیم مردم سالاری، و نه چیزی باشه اجباری. هر کدوم از اینها اونقدر مهمه و هنوز که هنوزه در جامعه بشری چنان کمیاب که حتی یکی از این موردها هم ارزش داره که برای کوروش بزرگداشتی گرفته بشه، نه به خاطر اینکه یک تاجی بر سر داشته، چون بسیاری از تاج به سرها هم بودن که چیزی بیش از یک ستمگر نبودند. اینها بزرگی نمیاره، این گفتار و کردار من و شماست که باقی میمونه و از ما یک انسان بزرگی میسازه. و زمانی که من و شما از خود خیشتنمون دور باشیم، یعنی از اون بزرگی اون منش اون انسان دور شدیم، بنابراین میشیم انسانهای درون تهی که از بام تا شام و از شام تا بام درد و رنج میکشیم و نمیدونیم این درد داره کجا میاد که براش درمانی پیدا کنیم. امسال بسیاری از ایرانی ها در گوش و کنار ایران و جهان به بزرگداشت به پیشواز کوروش رفتن و بزرگداشتی رو ترتیب دادن در استرالیا، در ایران خودمون، در آمریکا. و 20 آبان 11 نوامبر انجمن کاروان بزرگداشتی برای اون انسان آزادمنش ترتیب داده که بسیار کار نیکویه و امیدوارم که همه شما از این بزرگداشت‌ها پشتیبانی کنید و نشون بدید که انسانی هوشیار و دلسوز هستید و نه فقط کسی که در گوشه نشسته و داره افسوس میخوره. از این افسردگی ما باید بیایم بیرون. در این بزرگداشت از چهار گوشه جهان صاحب سخنانی هستند که سخن میگن، و چهار گوشه ایران و چهار گوشه جهان. با موسیقی زنده ما به زمان کوروش برمیگردیم و میبینیم که در اون زمان چگونه ایرانیان انسان بودن رو به نمایش میگذاشتن. روزیست فرخنده برای تک تک ایرانی ها و جهانیان که به حقوق بشر احترام میگذارند، کاری که کوروش آغازش کرد و امروز داره سازمان ملل ادامش میده. اگر دوست دارید در این بزرگداشت باشید، میتونید با شماره انجمن کاروان 073-75-19-231 در پیوند باشید. 073-75-19-231. با سپاس از اتاق فرمان و آقای ایرانی که من رو در بخش فنی یاری کردند، با سپاس از شما یاران دبستانی که با من در پیوند بودید و در این برنامه با من همپیاله شدید. شماره پیوند با من پس از پایان برنامه 073-736-5773 هست. اگر از بیرون از سوئد زنگ میزنید، نخست شماره 46، سپس 73 و پس از اون 736-5773. اگر دوست دارید برام نامه بنویسید، به نشانی insan@bahman.se insan@bahman.se. برای شما آرزوی بهترین ها رو دارم و شما رو به مهر و خرد ایرانی خودتون میسپارم. با سپاس و بدرود.